در برنامه امشب تلویزیون آشنا، صدای آمریکا. امکان اعزام حداقل 3000 سرباز آمریکایی اضافی به افغانستان و تغییر استراتژی آمریکا در قبال آن کشور. ادامه تحقیق و بررسی هشدارها از رخنه روسیه در سیاست داخلی ایالات متحده آمریکا و گزارش از تلاش نادر یک زن در ولایت بامیان و خاطر خودکفایی زنان در این ولایت. سلام، احمد سیارزیا هستم و برنامه خبری امروز سه‌شنبه نهم ماه می سال 2017 میلادی خوش آمدید. برنامه امروز در صفحات فیسبوک صدای آمریکا نیز به گونه‌ای مستقیم نشر می شود. امید است تا پایان ما را همراه باشید. ایالات متحده آمریکا یک تغییر بزرگ استراتژی را در بخش افغانستان روی دست خواهد گرفت. رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که مشاور ارشد نظامی و پالیسی خارجی رئیس جمهور شام تغییر بزرگی را در عرصه استراتژی افغانستان پیشنهاد کرده که به گونه‌ای مؤثر ایالات متحده را در جنگ با طالبان قرار خواهد داد. مقامات آمریکایی میگویند این برنامه جدید که باید رئیس جمهور ترامپ آن را تایید کند، خواهان گسترش نقش نظامی آمریکا در افغانستان شده است تا بخش از تلاش‌های وسیع‌تر به منظور افزایش اعتماد و کشانیدن مجدد طالبان به میز مذاکره باشد. بر اساس گزارش واشنگتن پست، استراتژی جدید که حمایت مقامات ارشد کابینه آقای ترامپ را دارا میباشد، با وزارت دفاع آمریکا نه قصر سفید اجازه خواهد داد رقم سربازان آمریکایی را در افغانستان تعیین کند و به اردوی این کشور صلاحیت می‌دهد که عملات هوایی وسیع‌تری را علیه مواضع طالبان انجام دهد. این برنامه جدید سلسله‌ای از محدودیت‌های تحرکات مشاورین نظامی را در میدان جنگ برطرف می‌کند که از جانب اداره اوباما وضع شده بود. انتظار می‌رود دونالد ترامپ قبل از نشست سران ناتو در 25 ماه می تصمیم نهایی خود را در مورد این پالیسی بگیرد. بر اساس برنامه پیشنهادی، بر علاوه 8400 سرباز آمریکایی موجود در افغانستان، طرح افزایش کم از کم 3000 سرباز آمریکایی دیگر در افغانستان پیش بینی شده است. رئیس جمهور غنی حمله ای را که در آن مولوی عبدالرحیم شاه عنفی رئیس شورای علمای پروان کشته شد تقبیح کرد. با گفته مقامات پلیس، رئیس شورای علمای پروان در نتیجه انفجار که امروز در دفتر کاری او به وقوع پیوست جانش را از دست داد. جنرال زمان موزه قماندان امنیه پروان به صدای آمریکا گفت که ماین در عقب بالش آقای حنفی جاسازی شده بود. با گفته آقای موزه در این رویداد 6 تن دیگر به گونه‌ای سطحی زخمی شدند. با گفته مقامات در پیوند به این رویداد 4 نفر بازداشت شده و تحقیق جریان دارد. سوی هم مقامات حکومت پاکستان گفتند که به گونه استثنایی به افغانهای مریض اجازه عبور از سرحد چمن را دادند. سرحد چمن از روز جمعه به این سو پس از درگیری بین نیروهای سرحدی پاکستان و افغانستان مسدود گردید و هنوز هم برای متباقی ادوای افغانستان بسته باقی مانده است. مقامات افغان و پاکستانی دیروز نیز روی بررسی وضعیت با همدیگر در منطقه دیدار کردند. دو طرف همچنان از خریه های در ولسوالی سپین بولدک کندهار دیدن کردند که در چند روز گذشته شاهد درگیری نیروهای امنیتی دو کشور بودند. پاکستان مدعی است که بر اساس نقشه گوگل یا گوگل مپ سرنوشت این قریه ها روشن خواهد شد، اما جانب افغانستان این ادعا را تا کنون تایید نکرده است. دوستا، تغییر ممکن استراتژی ایالات متحده آمریکا در برابر وضعیت افغانستان و اعزام سرباز اضافی ممکن به آن کشور تا چه حد برای حکومت وحدت ملی افغانستان ستودنی و قابل قبول است؟ آیا تغییر مأموریت سربازان آمریکایی از حمایت نیروهای افغان به هدف قرار دادن و یا هم جنگ با طالبان در کار تأمین مصالحه و ثبات در افغانستان کارا خواهد بود؟ جهت بررسی این موضوع و دیگر مسائل مربوط به وضعیت امنیتی افغانستان خواستیم با محترم جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان که دعوت ما را پذیرفته و اکنون در استودیوی کابل حضور دارند بحث بکنیم. فیصل صاحب سلام، خسته و مانده نباشین. در آغاز از پاکستان و افغانستان مسئله سرحد اگر بحث بکنیم، پاکستان مدعی است و یا هم میگه که مقامات افغان و کشور روی استفاده از گوگل مپ یا نقشه گوگل جهت حل مناقشه بر سر قریجات در امتداد خدیجه‌یورن موافقه کردند. آیا استفاده از گوگل مپ راه حل منازعه بوده میتونه؟ تشکر. مذاکرات در او ساحت جریان داره.
از اردوی افغانستان، از پلیس افغانستان در او مذاکرات از افغانستان نمایندگی میکنند. چون این چیزی که در او از گوگل مپ استفاده شوه فکر نکنم موافقی شده باشه، ما چون این چیزی را خبر نداریم. و این صحاکی است مشخصا در افغانستان، صحاتی که مربوط افغانستان میشه همیش، او صحات در گوگل هم اوقدر ثبت و راجستر نیستن، درست نیست که مشخص گفته شوه که کدام قریه مربوط کجا میشه، ولی در کل مذاکرات جریان داره و ما امید داریم که نتیجه بگیریم. تشکر آقای فیصل. شما آگاه هستین، تایید میکنین که طرف پاکستان به اتباعی افغانستان که مریض هستن اجازه ورود و یا هم عبور و مرور در سرحد چمن را داده؟ ما امروز هم مذاکرات داشتیم، تا بال چنین چیزی پیش نیامده که کسی عبور کنه، ولی مذاکرات داشتیم و امید داریم که نتیجه بگیریم. تشکر آقای فیصل. برمیگردیم به مسئله رابط و یا هم استراتژی ایالات متحده در قبال افغانستان. رسانه‌های آمریکایی شنیدن که گزارش میتن که واشنگتن در چند روز آینده ممکن است تغییر استراتژی در قبال افغانستان اعلام موقف گیری بکنه و حداقل 3000 سرباز اضافی را به افغانستان بفرسته. در این مورد شما ریاست اجرایی افغانستان چه اطلاعی مشخصه دارین؟ ما دو هفته پیش به مشاور امنیت ملی امریکا در افغانستان مذاکرات داشتیم. این مذاکرات در مختلف سطوح بوده و فکر میکنیم که مذاکرات که هم در افغانستان شده مثبت بوده. ماموریتی که ما در افغانستان داریم و هدفی که دنبالش هستیم یک هدف مشترک افغانستان، امریکا و جامعه در کل جامعه جهانی است. این هدف هنوزم هدف نهایی به دست نامده و ضرورت است که جامعه جهانی به افغانا باشن، به افغانا مشترکاً کار کنن تا بالاخره هدف نهایی که محو تروریسم است و صلح در افغانستان است او به دست بیاید. آقای فیصل، از دو هفته به این سو فقط میخوایم تایید بکنم که حکومت افغانستان با حکومت ایالات متحده در قبال تعیین استراتژی خواستها پیش از نشست سران ناتو در بروکسل بحث دیگه نداشتن، بلی؟ ما در افغانستان با شریکای امریکایی خود بحثای داریم، همیشه بحثای جریان می داشته باشه، ولی بحثای اساسی که در مورد استراتژی امریکا در قبال افغانستان بود و دو هفته پیش بود که مشاور امنیت ملی امریکا که در افغانستان بود. امیر، تایید کردین با آقای مک‌مستر، فکر میکنم شما اشاره میکنین که سرباز اضافی نیاز دارین و نیروهای امریکایی باید با طالبان جنگ بکنن. خب چیزی که ما توقع داریم دفعتاً ماموریت نظامی جامعه جهانی در افغانستان به پایان رسیده و افغان هستن که در خط اول هستن و این جنگ پیش میبرن، اما در پالویش ما اگر در بخشای هوایی نیاز داشته باشیم ما توقع داریم که به ما همکاری شوه و از نیروهای امنیتی افغانستان حمایت شوه. در کل بهبود به سطح مشاورین و استادایی که برای اردوی ما برای پلیس ما موزش میده اگر ای بیشتر میشه این ما را کمک میکنه که نیروهای افغانستان بهتر شوند و خودشان بتوانند که مستقلانه در برابر تروریستان مبارزه کنند. دو اصل اساسی در اینجا برش مطرح شده و اشاره شده در برنامه تازهی که گویا به میز آقای ترامپ فرستاده شده. یکی که برای ترغیب طالبان به خاطر مذاکره خواسته شده که امریکایی‌ها رهبرای طالب را هدف قرار بدن و یا هم طالبان را هدف قرار بدن، و دوم اعزام 3000 سرباز و یا هم حدود 3000 سرباز به افغانستان. شما فکر می‌کنین راه حل و یا هم رسیدن به صلح حضور بیشتر سربازان امریکایی در افغانستان و هدف قرار دادن طالبان از سوی امریکایی‌ها باشه؟ کوتاه اگر پاسخ بگید. خب ما برای صلح کار می‌کنیم. ببینین صلح به حزب اسلامی نتیجه مذاکرات شورای صلح افغانستان بوده و که از اراده حکومت افغانستان صحبت میکنه. اگر طالبان هم میخواین شورای صلح هست، یک آدرس مشخص برای صلح وجود داره، بیاین. ما هیچ وقت دروازه را برای صلح بسته نکردیم، ولی در این حال ما مسئولیت داریم که از مردم خود دفاع کنیم. کسی که می و افغانا را میکشن به شهادت میرسانن، ما وظیفه داریم که در برابرشان ایستادگی کنیم و ضرورت است که به خاطر او ایستادگی نیروهای ما بیشتر از امروز تقویت شوند، تمویل شوند و تجهیز شوند. آقای فیصل تشکر از وقت شما، بقیه روز خوش. دوستا، به نظر شما بحران به میان آمده روی چگونگی مشخص شدن
سرنوشت قریه‌های مورد منازعه در امتداد خط دیورن بین پاکستان و افغانستان از چه طریق باید حل شود؟ نظریات خود را در صفحات فیسبوک صدای آمریکا زیر لینک نشر مستقیم همی برنامه بنویسید. از سوی هم فرانس مایکل ملبن نماینده اتحادیه اروپایی در افغانستان طالبان را به انجام جرایم جنگی متهم کرد. آقای ملبن به صدای آمریکا گفت که طالبان غیر نظامیان را به گونه عمدی هدف قرار داده و از آن گروه خواست تا به صورت عاجل حملاتشان را در برابر غیر نظامیان متوقف سازند. نماینده اتحادیه اروپا از پیوستن گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان به روند صلح استقبال می‌کند و گفت که اکنون زمان آن رسیده که تمام گروه‌های درگیر جنگ به روند صلح افغانستان بپیوندند. همکار ما جلال میرزاد از کابل گزارش داد. اتحادیه اروپا در افغانستان هرچند از سال دشوار پیش رو سخن می‌زند، اما تلاش‌های سیاسی را برای تأمین صلح و ثبات در افغانستان اثرگذار می‌داند. نماینده ویژه اتحادیه اروپا در کابل پیوستن حکمتیار را بر روند صلح گام اثرگذار دانسته و از طالبان نیز می‌خواهد تا افراد ملکی را آماش قرار ندهند و بر روند صلح این کشور یک جا شوند. من فکر میکنم که طالبان به جرایم جنگی متعهدند، چون آنها افراد ملکی را هدف قرار میدهند. به همین علت از طالبان به گونه دوامدار میخواهیم که حمله هایشان را در برابر غیر نظامیان متوقف سازند. برخی از این حملات سازمان یافتند، طوری که تجمعات و کارمندان ملکی دولتی را هدف قرار میدهند. نیاز است که طالبان هرچه عاجل این گونه حمله هایشان را متوقف سازند. روز اروپا با پیام صلح در کابل از سوی اتحادیه اروپا بزرگداشت شد. در اینجا نقاشی ها و نمایشگاه ها همه پیام صلح دارند. ما اینجا آمدیم کارهای نقاشی میکنیم و تمام نقاشی های ما پیام های صلح دارد و از کسایی که درگیر جنگ است از اونا هم تقاضا میکنیم که بیاین و به صلح بپیمانند. یک میلیون لبخند برای صلح، کمپاین اتحادیه اروپا که از سال 2016 میلادی تا کنون ادامه دارد. ما مردم افغانستان 22 سال درد جنگ دیدیم. ما دیگه نمیخوایم در وطن عزیز ما جنگ بدبختی باشد. نماینده اتحادیه اروپا میگوید که دیگر زمان خشونت ها و زورگویی ها در افغانستان پایان یافتند. اما صلح و آرامش پدیده هایی هستند که هنوز در افغانستان به آرزوها پیوستند. جلال میرزاد، آشنا صدای آمریکا، کابل. اما در اروپا مقام های فرانسوی برای بستن یک کمپ پناهجویان در شمال شرق پاریس که اکثریتشان شهروندان افغانستانند دستور دادند. بیشتر پناهجویان در کمپ پورت دل شاپل شهروندان افغانستان هستند و در کنار آنها پناهجویان از افریقا هم بسر میبرند. تا هنوز در مورد جای بود و باش و یا هم اسکان مجدد این پناهجویان چیزی گفته نشده و تعداد پناهجویان در این کمپ هم مشخص نیست. اقدام پلیس فرانسه برای تخلیه کمپ پورت دل شاپل یک روز پس از برگزاری نشست پارلمان اروپا در مورد وضعیت پناهجویان افغان به اجرا گذاشته می شود. در این نشست روی برنامه بازگشت پناهجویان افغان به کشورشان بر اساس توافقنامه ماه اکتبر میان اتحادیه اروپا و حکومت افغانستان بحث شده است. برخی انتقادها از عملی نشدن کامل این توافقنامه در نشست پارلمان اروپا مطرح شد، اما شماری از اعضای بخش خدمات حقوقی پارلمان اروپا گفت که بازگشت پناهجویان افغان به کشورشان باید با توجه به قضایای آنها و به طور انفرادی صورت گیرد. نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری کره جنوبی نشان می‌دهد که مون جی این نامزد لیبرال برنده شده است. آقای جی این پالیسی خود را در قبال کره شمالی متحول ساخته و خواهان انجام مذاکرات با کره شمالی است. وی با به دست آوردن بیشتر از 41% آرا ممکن برنده خوانده شده است. این انتخابات در حال صورت گرفته که گیونگ هی رئیس جمهور مخلوع کره جنوبی با اتهام فساد از وظیفه‌اش برکنار گردید و از ماه مارس بدین سو در توقیف بسر می‌برد. با گزارش در مورد این که امروز شنبه روز انتخابات در کره جنوبی چگونه گذشت همه توجه می‌کنیم. مردم کره جنوبی امروز برای انتخاب رهبر جدیدشان با نشان دادن مشارکت قوی پای صندوق‌های رأی رفتند. این امر بیانگر علاقمندی آنها در عبور از رسوایی فساد است که موجب سقوط رئیس جمهور پیشین شد
و نخبگان سیاسی و بزنس ها را تکان داد. این سنگر تونگیسو کمینه تسل بواسو ما باید از طریق این انتخابات و افکار متحد به وحدت ملی دست یابیم. من فکر میکنم ما باید از این فرصت برای حرکت به جلو برای یک اجتماع آزاد، عادلانه و دموکراتیک استفاده کنیم. مون جی آن لیبرال که خواستار یک رویکرد معتدل در کره شمالی است، میخواهد اصلاحات بیاورد و هزینه های مالی را برای ایجاد مشاغل افزایش بخشد. من احساس میکنم که نه تنها حزب با خودم بلکه مردم نیز جدا خواهان تغییر حکومت بودند. من از حمایت و همکاری مردم قدردانی میکنم. آرای مردم خلاء رهبری را که یک ماه طول کشید پایان میبخشد. پارک گیون هی رئیس جمهور پیشین به اتهام گرفتن رشوه و سوء استفاده از قدرت در ماه مارچ برکنار شد و این نخستین رئیس جمهور منتخب دموکراتیک کره جنوبی است که از کارش معزول و زندانی می شود، اما در محکمه از هر خطایش انکار کرد. بال گذاشته پارک گیون هی از اقتدار ملی خود سوء استفاده کرد و مردم را خشمگین ساخت. من با این امید که در آینده باری دیگر همچون رئیس جمهور انتخاب نشود رأی می دهم. کمیسیون ملی انتخابات کره جنوبی گفته است که میزان مشارکت رای دهندگان امسال 67.1% بیشتر از میزان مشارکت 65.2% در عین وقت در انتخابات ریاست جمهوری قبلی سال 2012 دیده می شد. لیلا محبیب عظیمی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن. ریکس تلرسن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا فردا با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در واشنگتن ملاقات می کند. مقام های آمریکایی می گویند در دیدار ریکس تلرسن و سرگی لاوروف روی بحران های اوکراین و سوریه و همچنان روابط دو جانبه گفتگو خواهد شد. وزارت خارجه آمریکا رو دوشنبه اعلان کرد که دو دیپلمات ارشد در مورد پایان دادن به خشونت ها در شرق اوکراین و تطبیق کامل توافقنامه صلح مینسک گفتگو می کنند. بر اساس خبرنامه این وزارت، وزیر خارجه آمریکا می‌خواهد درباره پایان خشونت‌ها در سوریه، رساندن کمک‌ها برای شهروندان این کشور و یک توافق سیاسی نیز تأکید کند. سلی یتس، سرپرست سابق وزارت عدلیه ایالات متحده، گفته است که او اداره رئیس جمهور ترامپ را هشدار داده بود که روسیه ممکن به منظور باجگیری از ایالات متحده از مایکل فلین، مشاور سابق امنیت ملی قصر سفید، منحیث نقطه ضعف کار می‌گرفت. خانم یتس روز گذشته در یک جلسه استماعی مجلس سنا بیان داشت که او قصر سفید را در این مورد بیش از دو هفته قبل از برطرفی آقای فلین خبر داده بود. مشاور سابق امنیت ملی قصر سفید به دلیل کتمان حقیقت در مورد تماس‌هایش با سفیر روسیه از سوی رئیس جمهور ترامپ برکنار شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده مایکل فلین را در اواسط ماه فوریه به دلیل اظهارات دور از حقیقتش با مایک پنس معاون ریاست جمهوری از کار برکنار ساخت. سلی یتس، سرپرست سابق وزارت عدلیه این کشور میگوید که او قصر سفید را در مورد آقای فلین پس از آن آگاه ساخت که معاون رئیس جمهور با طور نادرست بیان داشت که مایکل فلین با سفیر روسیه در تماس نبوده است. و معاون رئیس جمهور و دیگران خبر داده شد تا بدانند معلومات را که آنان با مردم آمریکا شریک می‌سازند درست نیست. روسیه نیز از عملکرد جنرال فلین خبر بود و می‌دانستند که فلین به معاون رئیس جمهور معلومات نادرست داده بود. خانم یتس میگوید که همین حقیقت وضعیت را به وجود آورد که روسیه ممکن به منظور باجگیری از ایالات متحده از مایکل فلین من حیث نقطه ضعف کار می گرفت. ساعتها قبل از اظهارات خانم یتس، گزارش های به نشر رسید که بر اساس آن باراک اوباما رئیس جمهور سابق ایالات متحده نیز چند روز پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شخصاً به رئیس جمهور ترامپ در مورد مایکل فلین هشدار داده بود. موضوعی که شان سپایسر سخنگوی قصر سفید نیز آن را تایید کرده است. رئیس جمهور اوباما این را بیان داشت که او علاقمند خاص جنرال فلین نیست، ولی اگر آقای اوباما براستی هم در مورد جنرال فلین نگران بود، پس چرا صلاحیت دسترسی او را به اسناد محرم امنیتی که تازه تایید کرده بودند به تعلیق در نیاورد؟ اما نزد سناتوران چون لنسی گراهام پرسش های وسیع تر از این نیز وجود دارد. آیا در مورد شواهدی که نشان دهنده همدستی اعضای کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ با حکومت یا اداره استخبارات روسیه در جریان مبارزات انتخاباتی سال 2016 باشد خبر دارید؟
پاسخ من به این سوال مستلزم افشا کردن معلومات محرم خواهد بود، بنان جواب دادن نمیتوانم. اما جیمز کلپر، رئیس سابق اداره استخبارات ملی آمریکا، میگوید که در مورد هدف قرار گرفتن انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته از سوی روسیه هیچ شکی وجود ندارد. اگر در برابر اساسات سیستم دموکراتیک سیاسی ما کدام اقدام تهدیدآمیز وجود داشته است، همین مداخله روسیه خواهد بود. آقای کلپر میگوید مداخله موفق روسیه در انتخابات سال گذشته مسکو را تشویق خواهد کرد تا به این کارش در انتخابات آینده ایالات متحده و کشورهای دیگر جهان ادامه بدهد. سید عزیز رحمان، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن. روسیه امروز از 72مین سال روز پیروزی متفقین علیه آلمان نازی در جنگ جهانی دوم با رسم گذشت بزرگ تجلیل کرد. رسم گذشت نظامی در میدان سرخ مسکو با سخنرانی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برگزار شد. در جنگ جهانی دوم تخمیناً 26 میلیون تبعی اتحاد شوروی سابق و شمول حدود 8 میلیون سرباز در جنگ جهانی دوم کشته شدند. شکست آلمان نازی از سال 1945 به این سو در روسیه به شکل ویژه جشن گرفته می شود. در مراسم امروز حدود 10,000 سرباز روسی حصه گرفته بودند. تیم آشنای صدای آمریکا برای 35 سال روی یک هدف پوشیده است. تعهد به منشور صدای آمریکا، خبررسانی موثق از افغانستان و جهان، معرفی آمریکا و بحث‌های جامعه. با ده‌ها سال تجربه، رویدادهای جهان و آنچه را که برای شما مهم است پوشش می‌دهد. آشنای شما هر روز از هر طریق. صدای آمریکا، موثق، معتبر و جامعه. یک بانوی دکاندار در بازار شهر بامیان میگوید که در مدت 10 سال فعالیتش توانست 10 زن دیگر را به پیشه سوداگری تشویق کند. در حال حاضر بیش از 30 زن در بازار بامیان مصروف شغل دکانداری اند. ظفر بامیانی از منطقه گزارش دارد. حلیمه رضایی زنی تجارت پیشه است که از 10 سال بدین سو با دکانداری در جامعه سنتی بامیان از محدودیت تعیین شده برای زنان پا فراتر نهاده است. خانم رضایی پیشه تجارت را با گشودن یک دکان کوچک حدود 10 سال قبل در مرکز شهر بامیان آغاز کرد و حال 10 زنی دیگر با الهام گرفتن از او مصروف دکانداری در این شهر هستند و بر این عقیده اند که زنان باید به اقتصاد خانواده هایشان کمک کنند. یک دکانداری زنانه در بامیان کوشش کردم که شروع بکنم و آغاز نوی باشه برای دیگه زنان تا که اونام تشویق باشن که دکان داشته باشن و فعلا تقریبا 10 سال پره کردم. سر 11 سال رفتم که دکان داریم امیتا جریان داره و فعلا خوشبختانه که تقریبا ایچ که نباشه تقریبا 30 تا 35 دکان زنانه در بازار بامیان وجود داره و غیر از او در ولسوالی ها اما قسم شده. زنان تجارت پیشه در بامیان میگویند که در جریان فعالیت هایشان با چالش های زیادی مواجه شدند، اما آنان با تلاش های پی هم و پشتکار خود با تمامی مشکلات جامعه مبارزه کرده و اکنون تجارتشان رونق نسبی یافته است. در حال حاضر در بازار شهر بامیان در کنار 1000 دکاندار مرد بیش از 30 بانو مصروف شغل دکانداری اند و میگویند که آنها فرصت خرید وسایل را برای زنان فراهم آوردند که با خرید از دکانهای آنها احساس راحتی کرده و با آرامش در آنجا به خرید میپردازند. این طرف که سیل میکنم هم خانمایا، او طرف که سیل میکنم هم خانمایا، بعضی وقتا دور میکنم یگان وسایل آرایشی دیگه، وسایل چیزایی که در خانما زیادتر ضرورت نمیتونیم که از دیگه جای بخریم، خیلی راحت میتونیم مزید کنم. با افزایش تعداد زنان دکاندار از 2 سال بدین سو آنها در بامیان بازار مستقل زنانه را نیز تشکیل دادند که در بیش از 30 دکان که شامل یک آرایشگاه نیز می شود در راستای تجارت فعالند. برخی از بانوانی که در این بازار فروشگاه های صنایع دستی دارند می گویند که در کنار کمک مالی به خانواده هایشان برای 10 تا 30 تن از شاگردان اوناس نیز زمینه تمویل تحصیلشان را فراهم کردند. ما دیگه هم قز درآمد در کرای شاگردار میدم. یعنی می چیه یک کمتون در خانه مثل اگر چی داریم که ببرم کمک شو، یعنی می خانمه رو که در 20 نفری که از خانمه رو
اتاق های تجارت و صنایع در ولایت بامیان میگوید که زنان تجارت پیشه در این ولایت در سالهای اخیر در عرصه خودکفاییشان و رشد اقتصادی خانواده ها نقش برجسته ای را بازی کرده است و عواید خانم ها واقعا عواید بسزایی داشتند. در قسمت صنعت صنایع دستی ولایت بامیان ما میتونیم به صورت تخمینی بگیم که همه ساله بالاتر از 1 میلیون افغانی اونا میتونن عواید داشته باشند. بامیان یکی از ولایت امن افغانستان به شمار می رود و زنان این ولایت بنا به آزادی نسبی که دارند در عرصه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی توانستند دستاوردهایی داشته باشند. ظفر بامیانی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، بامیان. در بخش اول برنامه از شما خواستیم تا در مورد راه حل بحران تعیین سرنوشت قریه‌های مورد منازعه در امتداد خط دیورند بین پاکستان و افغانستان نظریات خود را با ما در فیسبوک های صدای آمریکا شریک سازید. همکارم جیلا ناصری تبصره‌هایتان را مرور کرده و اکنون در استودیو با ما هستند. جیلا جان سلام، دوستا چه نظریات تازه‌ای داشتن؟ سیا جان سلام خدمت شما و بیننده عزیز، بخصوص دوستایی که اکنون برنامه را به طور زنده از فیسبوک تماشا میکنین. از اینکه شما زیاد برندای ما برنامه را به طور زنده تماشا میکنین، نظرات زیاد به شما دوستا در ارتباط با گزارش خبری دریافت کردیم. از جمله در میان برخی از دوستان به طور مشخص در مورد موضوعی که شما پرسیدید نظرات مختلف را داشتن. از جمله عبدالمنیر فضلی نوشته که تنها راه حل منازعه خط دیوران میان دو کشور است که دولت افغانستان در نشست سران کشورهای منطقه حضور یابد و با کمک آنها از این مشکل رهایی یابد. و بنده دیگه برنامه لیاقت خسروی نوشته که مرز دیوران میان دو کشور مشخص است و هیچ گونه منازعه رسمی وجود ندارد، باید با مراجعه به معاهدات تاریخی و اسناد تاریخی رجوع گردد. و آقای فرهاد برنا نوشته که تا زمانی که مشکل دیوران حل نگردد، هر دو کشور نمیتونن روابطشان را بهبود بخشند. افغانستان باید خط دیوران را به رسمیت بشناسد تا پاکستان بهانه برای مداخله در امور افغانستان نداشته باشد. با سپاس از نظرات سر دوستا که در صفحه فیسبوک ما شریک ساختین، با امید از اینکه فردا باز هم بیننده نشر برنامه زنده ما در فیسبوک باشید. سیرا جان. سیرا جان تشکر از شما و تشکر از دوستا. اول هم از همکارم خدیجه هما الکوزی گزارش فشرده ای از رویدادهای جالب جهان را دنبال میکنیم. هند. یک مرد هندی با حرکات غیرعادی که توانایی 180 درجه سانتیگرید تاب پیچ خوردن را دارد در هند به نام مرد الاستیکی شهرت یافته است. شاه از 18 سالگی این توانایی را انکشاف داده و حال به حیث مرد قابل انعطاف در این ریکارد را در هند قائم نموده است. وی میگوید این هنر را از دانیل بروننگ سمت امریکایی الهام گرفته است. روسیه. در روسیه تا یک جشنواره مهارت‌های اسلحه دوران قدیم را که شمشیر، سپر و سلاح‌های دیگر را در بر می‌گیرد به نمایش گذاشتند. در این برنامه اشتراک کننده ها نیز نبرد با سلاح قدیمی را تجربه می‌نمودند. هنر ساخت سلاح‌های فلزی از دوران قدیمی روسیه بوده که کلا، شمشیر و سپر را نیز در بر می‌گیرد. بولیویا. جشنواره تنکو یکی از فرهنگ‌های است که در آن رقابت مجزنی راه اندازی می شود و این برنامه را به هدف یک پارچه سازی شهرهای مختلفشان راه اندازی می نمایند. مردم بولیویا به احترام سرزمین خود به این نبرد اشتراک می ورزند، زیرا این رقابت تاریخچه آن کشور را به نمایش می کشاند. ترکیه. هزاران نفر در یک جشنواره عنعنوی که شامل موسیقی، رقص و دیگر فرهنگ‌های آن کشور می باشد، در پایتخت ترکیه اشتراک ورزیده بودند. در این میله نوازنده ها موسیقی به نام کولی را می نواختند. یکی از موسیقی های خاص نواختن دهل با جمع شدن به دور آتش و جهش از روی آتش بود که توجه سیاحین را نیز جلب نموده بود. بخش دری برنامه ما در همینجا به پایان میرسه. همکارم احمد شکیب دوست در نیم ساعت بعدی با تازه ترین ها میزبان بخش پشتو خواهد بود. تا برنامه بعد، خدا نگهدار. تیم آشنا صدای امریکا هر روز را با یک مرام آغاز میکند. به طول و چارو که امریکا غگ به ارزشتون و غروالی ارائه اخبار موثق، معتبر و جامع.
چارواکو او کاربوهانو ته به ساره لاسرسی لري. هر روز از رادیو، تلویزیون و شبکه های اجتماعی صدای امریکا آشنای شما. در آشنا تلویزیون دنن ماهام په پښتو خبرونو کې